گوگل فوتوس چیه و چه قابلیت هایی داره؟ چطوری میتونم از 15 گیگابایت فضای رایگانی که گوگل در اختیارم میذاره استفاده کنم؟ سلام عزیزان، یکی از قابلیت‌های گوگل روی گوشی‌های اندرویدی گوگل فوتوزه که توی این ویدیو می‌خوایم در موردش صحبت کنیم و نحوه استفاده بهینه ازش رو با هم بررسی کنیم. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و با فشار دادن زنگوله اولین نفری باشین که ویدیوهای ما رو می‌بینه. گوگل فوتوز به صورت پیش‌فرض روی دستگاه‌های اندرویدی نصبه و اگه اکانت گوگل شما فعال باشه میتونین از این برنامه برای ذخیره عکس و فیلماتون تا 15 گیگابایت استفاده کنید. البته این برنامه فعال نیست و حتما باید با باز کردن اون و ورود به قسمت تنظیمات بکاپ اند سینک رو فعال کنید. با فعال کردن فیلم و عکس دوربین اتوماتیک ذخیره میشن و اگه بکاپ دیوایس فولدر رو هم باز کنید میتونید پوشه‌های دیگه‌ای رو هم انتخاب کنید. توی همین قسمت تنظیمات از قسمت آپلود سایز میشه انتخاب کرد که عکساتون با سایز واقعی ذخیره بشه یا حجم کمتر که به مدیریت بهتر فضا کمک میکنه. ممکنه بپرسین چطوری عکس‌ها رو از فضا پاک کنم؟ وارد اکانت استوریج بشین تا چیزایی که توی فضا ذخیره کردین رو ببینین و نسبت بهشون مدیریت داشته باشین. اگه از قسمت فوتو روی عکس ضربه بزنین با فشار دادن اون ابر کوچیک بالایی تصویر شما توی فضاتون آپلود میشه و اگه ستاره رو فشار بدین عکس وارد قسمت تصاویر مورد علاقه میشه و با فشار دادن سه نقطه کناری گوگل امکانات بیشتری هم در اختیارتون میذاره، مثل اطلاعات کامل عکس و حتی لوکیشنی که عکس رو گرفتید. اگه از این قسمت موف تو آرکایو رو فشار بدین عکس به یه پوشه جداگونه منتقل میشه و از گالری مخفی میشه. گوگل فوتوز ادیتور عکس هم داره. روی عکس ضربه بزنین و ادیت رو انتخاب کنین. برنامه بهتون اجازه میده فیلتر اعمال کنین، عکس رو کراپ کنین، تنظیمات نور، کنتراست و خیلی چیزای دیگه انجام بدین. ما بهتون پیشنهاد میدیم برای یک بار هم که شده حتما از این ادیتور استفاده کنید. اگر روی گوشیتون گوگل لنز نصب باشه و از روی عکس انتخابی روی گوگل لنز ضربه بزنین، گوگل شروع به سرچ میکنه و عکسایی که مثل عکس شما هستن رو توی فضای وب پیدا میکنه و بهتون نشون میده. فوتوز یه قسمت به اسم لایبری هم داره که با تقسیم بندی این فضا استفاده ازش راحت تر میشه. توی ترش میشه فایل های پاک شده رو دید. البته تا 60 روز فایل ها توی این قسمت میمونن و میتونید به صورت دستی هم پاکشون کنید. توی فیوریت هم عکسای ستاره دار خودتون رو میبینید. توی قسمت آرکایو میشه عکسای مخفی رو دید و یوتیلیتیز هم امکانات بیشتری رو در اختیار شما قرار میده. مثلا از قسمت اد پارتنر اکاونت میتونید عکساتون رو با ارائه ایمیل با دوست و یا همسرتون به اشتراک بذارین تا از این به بعد دو نفری به عکسای این فضا دسترسی داشته باشین. توی همین قسمت گزینه‌ای به اسم انیمیشن وجود داره که با عکسای انتخابی شما یه انیمیشن کوتاه درست میکنه و اگه کلاژ رو انتخاب کنید گوگل همه عکسای شما رو توی یه قاب جا میده. مووی هم علاوه بر یه سری تمپلیت های آماده که داره میتونه با عکسای انتخاب بی شما فیلم درست کنه و قابلیت های ادیت زیادی هم داره. حتما امتحانش کنید. یکی از جالب‌ترین قسمت‌های فوتو سرچ هوشمند اونه. با ورود به این قسمت می‌بینید که گوگل خودش همه چیزو دسته‌بندی کرده و کافیه سرچ کنین که دنبال چی هستین. مثلا اگه دنبال یه گل توی گالری می‌گردید، اگه فلاور رو سرچ کنین تمام گل‌های توی گالری رو بهتون نشون میده. اگه هم از قسمت لایبری نیو آلبوم رو فشار بدین و گزینه سلکت پیپل اند پتس رو انتخاب کنید، گوگل افراد مختلفی رو که از اونها عکس دارید رو بهتون نشون میده و با انتخاب عکس هر شخص و نامگذاری پوشه میتونین همه عکسای اونو توی یه آلبوم به اسم خودش ببینید. اگه شما هم امکان مفیدی از گوگل فوتوز میشناسین حتما برامون کامنت بذارید.